خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیزمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. انتخابات پر از حقه و شالاتان بازی و دروغگویی و آمار ساختن و بسیج کردن عده زیادی از مردم محتاج و اراذل اوباش و اینها به پایان رسید. حتی در این مورد هم اینا نشسته بودن با هم هماهنگی کنن و ارقام و اعداد درستی رو همیهنان گرامی استخراج کنن. شما اگر آماری که دستن در کاران رژیم جمهوری اسلامی، اولین حکومت الله بر روی کره زمین، نمایندگان آقا امام زمان، این آماری که وزیر کشورشون آقای نجار، که همون واقعا به اسمش هم میاد که ایشون همون شغل نجاری رو داشته باشه، سردار البته نجار، آمدن و آماری رو به مردم عرضه کردن که این آمار با تعداد کسانی که در رأی گیری شرکت کردن، درصدی که اینا گفتن، هیچ کدوم اینا هماهنگی نداشت. اصلا ما میگیم که همه اینا درست، اینا درست حرفی که رهبر زده بود که بایستی تعداد آرا بین 64 و 65 درصد باشه که نسبت به انتخابات های گذشته رقم بیشتری رو نشون بده. اون آقایون که خون جلو چشون گرفته بود دیگه برشون مطرح نبود. این آمارایی که میدن درسته، مردم باهوش ما میشینن اینا رو همه رو ضرب میکنن، تقسیم میکنن، منها میکنن، به علاوه میکنن، اینا رو هم کاری نداشتن، آمارا رو مجبور بودن بگن. و در یه بحث تلویزیونی هم حتما کلیپشو دیدین که رئیس انتخابات آمده و تعداد شرکت کنندگان رو 34 درصد میگه، بعد هول میشه، چون آمار واقعی رو میگه، هول میشه و یادش میاد که آقای سردار نجار چی گفته، بعد بلافاصله میخواد تصحیح کنه، تازه اون رقم هم نمیگه. بعدم از این تهران بزرگ، تهران 14 میلیونی، نفر اول انتخابات پدرزن ولیعهد گرامی آقا مجتبی در حقیقت 400 خورده هزار رأی داشته و به روایتی 1 میلیون، چون آمارا درست نیست دارم خدمتتون میگم، و بقیه آیان نمایندگان اسلام و کسانی که اعتبارنامه‌شون آقا امام زمان امضا کردن قرار در دور دوم انتخاب بشن. چرا؟ همینان فقط 6 نفر از 30 نفر الان مسجل شده که برن تو مجلس، که در رأس اینا آقای حداد عادل است. آقای حداد عادل در انتخاباتی که در دوره ششم انجام شد نفر 38 بودن. میبینید در ایران محبوبیت چی کار میکنه؟ حالا یکی نیست بپرسه که این آقای حداد عادل در عرض این چند سال چه کار شگرفی کرده که توجه مردم تهران بزرگ رو به خودش جلب کرده و ناگهان اومده مقام اول گرفته. در اون انتخابات مجلس ششم حقه بازی کردن، آقای رجایی از ملی مذهبی ها رو که نفر 20 بود از آقای جنتی شامورتی بازی کردن، انداختنش بیرون، آقای حداد عادل از نفر 35 یا 38 آوردن گذاشتن جای آقای رجایی و ایشون اومد به مجلس ششم و شد رهبر فرکسیون مخالف آقای خاتمی. حالا اصلا بحث من امشب راجع به این انتخابات نیست. همه ما همیهنان گرامی از اون ابتدایی که رهبر کبیر و فرزانه اون رفراندوم بسیار جالب رو انجام دادن که جمهوری اسلامی آری یا نه، اصلا سواله ببینی، در حالی که باید سوالهای دیگری رو مطرح میکردن، ایشون اومدن گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه و 96 رو نمیدونم چی درصد هم 98 99 نمیدونم یادم نیست، ایشون موفق شد. یک قانون اساسی رو در مجلس خبرگان که اول قرار ببینید
همه کارهای این رژیم بر مبنای دروغگویی و شالاتان بازی از ابتدای سنگ بناش. رهبر کبیر انقلاب آقای روح الله الخمینی بل موسوی در نوفل شاتو که من خودم هم شاهد بودم، مطلقا راجب مجلس خبرگان و اینی که این کسانی که شما عکسشون نگاه میکنین خیال میکنین مزرعه کلم هست، مطلقا راجب آخوندهایی که قراره بیان در یک مجلسی به اسم خبرگان شرکت کنن و همون جلسه اولش هم یه چند تا مکلا گذاشتن که کسی ایراد نگیره و آقای منتظری مرحوم آمدن به اتفاق آقای بهشتی، چون آقای بهشتی گفتن ایشون زیاد اهل ریاست جلسه نیست، یعنی در حقیقت یه چیزی سمبولیک درست کردن، آقای منتظری گشتن و بالا، بعدم آقای منتظری رفت یه گوشه یا نیومد، آقای بهشتی حراف هفت خط رو آوردن گذاشتن در اونجا و اونم اون قبا رو به قامت خودش داشت درست میکرد، چون اون میدونست خمینی چندی دیگه میمیره و به این امید بود که بعد از خمینی هیچ چهره دیگری جز بهشتی نمیتوانست بیاد. اینایی که میبینی رفسنجانی و نمیدونم این مقام معظم روضه‌خانه بزرگ و اینا در برابر آقای بهشتی باید به اصطلاح تهرانی ها لنگ مینداختن. آقای بهشتی یه چهره دیگه بود، دنیایی رو دیده بود، اینا به جز قوم جایی رو ندیده بودن جز چند تا مسجد که برن روزه بخونن، چه این و چه اون آقای رفسنجانی. چرا آقای رفسنجانی یه دفعه با لباس شخصی اومده بود آمریکا که عقبی محمد هاشمی رو ببینه، اما خب اینا اومده بودن رفتن تو خونه آبگوش خورده بودن سوار هواپیماشو دوباره برگشته بودن تهران. ولی آقای بهشتی چندین سال در هامبورگ پیش نماز و رئیس مسجد مسلمانان هامبورگ بود، آلمانی رو خوب حرف میزد، من دیده بودم آلمانی حرف زدنش و البته خوب در حد حرف میزد. و بعد میدونی بعد از ایشون آقای خاتمی شد رئیس مسجد هامبورگ. در هر صورت آدم دنیا دیده تری بود، آدم حرافتری بود، خیلی بیشتر از اینا وارد بود چجوری حرف بزنه و آدم ها رو میخورد تو صحبت کردن، حالا به هر وسیله. یادمه کیانوری را آوردن در تلویزیون، کیانوری آدم بسیار حرف بزن، بسیار خوش صحبت، آدم با مطالعه، اینو دیگه نمیشه منکرش شد. اون تبری اینا همه تحصیل کرده بودن، درس خونده بودن، کتاب خونده بودن، بنابراین این آقایان رفقای توده‌ای خیال کرده بودن حالا این آقای بهشتی رو این آقای کیانوری میماله میذاره کنار، در حالی که برعکس شد. تا نشستن این آقای بهشتی شروع کرد حمله کردن که شما وابسته به دولت‌های خارجی هستین، جیره‌خوار روسیه است، شوروی هستین، و شروع کرد از این در وارد شدن و این آقای کیانوری رو دهنش قفل کرد. البته اون میزد جایی دیگه، ولی این با خیلی دریدگی خاص آخوندی میپرید وسط و همه حرفای اون رو خرسا میکرد، اونم میترسید یه مقدار، هیچی نمیگو، خیلی محافظه کارانه. حالا این آقای بهشتی رئیس مجلس خبرگان شد که بعدن به عقیده من شد مجلس چرتی ها، چون یواش یواش جوان ها رو گذاشتن یه عده آدم های چرتیه. شما اگه مجلس خبرگان، حتی دیروز هم جلسه آخرش بود، نگاه کنید رفقا همه در حال چرتن، همه در حال چرتن، زودتر هم دلشون میخواد این جلسه سالی یه دفعه تموم بشه، اینا برن تو خونه یا پای منقلا بشینن یا برن بشینن اونجا نمیدونم کتابای دینی رو بخونن دیگه، استخاره کنن و اینا. هر دفعه هم میخوان در مجلس خبرگان میان استخاره میکنن که نبادا بد بیاد چشم زخمی متوجه آقا و هم یکاد آویزون کنن، خیلی از این کارا میکنن. خب میدونید اینا قیافه‌هاشون یه جوری خدای نکرده ممکنه چششون بزنه، هم از نظر علمی و هم از نظر قیافه و اینا، اینی که خیلی مواظب خودشون هستن، خداوند اینها رو حفظ کنه، همینان دیگه اینا باید همه حفظ بشن تا در دادگاه‌های ملی به حساب یکیشون رسیدگی بشه. حالا این قانون ولایت فقیه، یعنی قانون اساسی رو اومدن دستپخت آقای بهشتی و دیگران بود، این قانون رو شسته و رفته آوردن خدمت آقای خمینی و ایشون تنفیذ کردن.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، اونم تازه گذاشتن به رفراندوم. مردم مظلوم ما تو اون فضا، تو اون به اصطلاح زمان، برهه از زمان به قول ما، خب خواستن ببینن چه تغییری میخواد ممکنه پیش بیاد. یه عده رفتن رأی دادن، بقیه هم خود آقایون پر کردن صندوقا رو، باز دوباره 96 و 98 و اینا و جمهوری اسلامی مستقل شد. نه یک کلمه بالا، نه یک کلمه پایین، طبق فرموده پیر فرزانه. اینا که قرار بود برای ما آزادی بیارن، ولایت فقیه آوردن، نه یک کلمه جلو، نه یک کلمه عقب. جمهوری اسلامی ایران که نه جمهوریه نه اسلامیه. حالا من نمیخوام جاده های فرعی برم، میخوام مستقیم برم تو مطلب. قانون اساسی رو تدوین کردن، آقا به رفراندوم گشتن، آقا تنفیذ کردن، پیر فرزانه. آقای رفسنجانی در خاطراتش می نویسه امام بارها، بخونید، امام بارها به قانون اساسی تجاوز کردن و ما اومدیم خدمت آقا امام و گفتیم که بهتر نیست حالا که شما بعضی وقتا مفاد قانون اساسی رو در نظر نمی گیرید، ما برداریم این مطالبی هم که شما می فرمایید بیاریم در قانون اساسی. بخونید خاطرات آقای رفسنجانی رو همینانی گرام. بنابراین از روز اول، همینانی گرامی، از اون روز اول این قانون اساسی جمهوری مقدس اسلامی رفت زیر دوشک آقایون و اصلا تره براش خورد نکردن، شد قانون شرع. قانون شرع هم هر کس میتونه از دید خودش اون رو تشریح کنه و فتوا بده. برای همینه شما از چند تا آخون میپرسین آقا فلان نمیدونم کار اگر انجام بشه فتوای شما چیه؟ من برای شما 100% می نویسم، قول 100% بهتون میدم. از 5 تا آخون راجع به یه مبحث کاملا معلوم فتوا بگیرید بدون اینکه از همدیگه تلفنی خبر داشته باشید. ببینید هر کدوم یه چرندی بار آدم میکنن، هیچ کدوم از این فتواها با هم همخوانی نداره. چرا اینطوریه؟ برای اینکه دید هر کدوم اینا نسبت به مسائل چیز دیگه است. برای همینه در یک دادگاهی یه آدم بیچاره رو میبرن حکم سنگسار بهش میدن، در یه دادگاه دیگه یه مقدار دیه میده میاد بیرون. اما همه این آقایان نمایندگان الله و نمایندگان مخفی و علنی آقا امام زمان در یک مورد همه متفق العقیده هستند و اونم حفظ رژیم جمهوری اسلامی. در این مورد کوچکترین شکی نداشته باش، چه اصلاحات چی باشن، چه نمیدونم اصولگرا باشن، سنتگرا باشن، تون افراطی باشن، میانه رو، همشون یکی. در مورد حفظ رژیم جمهوری اسلامی و بیرحمی در کشتار دیگر اندیشان همه سرتاپا یک ارباسن، همشون. یه زمانی بود این آقای آیت الله اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور بود، بزرگترین جنایت ها در زمان این مردک اتفاق افتاد. حالا بعد از یه مدت کنار گذاشتنش، این آقا اومده نشسته تو قم طرفدار آزادی های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی شده، قانونی که اصلا توش آزادی وجود نداره، چون همه این چیزایی که توش نوشته شده اون آخرش ولایت فقیه کار همه رو ساخته. شما از آقای موسوی کروبی راجع به اون پیر فرزانه که میپرسید آقا این محاکمات اول انقلاب در مورد آقای هویدا سران نظامی گذشته آیا اینا عادلانه بوده؟ میگن اونجا حرکت سریع انقلابی بود. خب اگه شما در حرکات سریع انقلابی توانستید عدالت رو برقرار بکنید هنر کردید، وگرنه در دوره آرامش که بیان، الان دوره آرامش هم باز هم همینطوره. زمانی که این آقایون رو پا
پشت بام مدرسه علوی تخت تخت هر شب 5 نفر 10 نفر 15 نفر رو در دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای به وسیله اون جانی خلخالی محاکمه می‌کردن و اعدام می‌کردن، هیچ کس صحبتی نکرد، چون این شمشیر دودم بود. اول از رجال دوره رژیم گذشته شروع کردن و بعد افتادن به جون سازمان‌های دیگه، همه رو قلقم کرد. آخریش هم فدائیان خلق و حزب توده که خاطرات یکیشونو میخوندم، نوشته انقلابیون پاسدار آمدن و شروع کردن تیراندازی کردن. من گفتم برادر پاسدار، ما عضو حزب توده هستیم، ما معتقد به انقلاب و امام خمینی هستیم. بخونید اینا رو، من همینطوری نمیگم، روزنامه های کار اون زمان فدائیان اکثریت و روزنامه مردم بخونید، همه اینا رو میگفتن و با افتخارم میگفتن که آقا ما فرق میکنیم با ضد انقلاب و تأیید میکردن دادگاه رو. فردا مصادفه با 8 مارس، روز زن، تمام سازمان های سیاسی در ایران همه بدون استثنا، زمانی که زنان قهرمان ما اومدن تو خیابون و اولین حرکت‌های اعتراضی رو شروع کردن، گفتن یا توسری یا روسری، همه ساکت. باهاشون هم صحبت می‌کردیم، من از رادیو آلمان تلفنی صحبت می‌کردم با اکثر سازمان‌های سیاسی، حالا نمی‌خوام اسم ببرم، می‌گفتن الان موقع طرح کردن مسائل فرعی نیست، الان یک انقلاب مردمی در میهن ما صورت گرفته و ما باید تمام حواسمون به این باشه که انقلاب به وسیله استکبار و امپریالیزم و اینا خورده نشه. هی به این امید نشستن یکی و کیو زدن تا زمانی که زدن زیر کلای خود انقلاب، قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن. حالا در زمان آقای خاتمی اومد یک کمیسیونی گذاشت که وظیفش بررسی قانون اساسی بود و یک هیئتی رو گذاشت که نظارت می‌کردن بر اجرای صحیح قانون اساسی. آقای احمدی نژاد از اونجا که یه آدم بسیار قانونگراست اومد گفت اصلا احتیاجی به این کارا نیست، زد زیر کلاه این حرفا، این کمیسیون رو منحل کرد. امروز ولی آقای احمدی نژاد خیلی کمدین، اینا هم یعنی خیلی کمدین، یعنی آدم وقتی کارای اینا رو نگاه میکنه از اون انتخاباتشون و این کارا و فرامینی که صادر میکنن و هارت و پورت اینا که میکنه، آدم خندش میگیره، خیال میکنی که مثلا با یه عده آدم عاقل طرفی. آقای احمدی نژاد که به قول رئیس اون طویله مجلس سردار علی لاریجانی 47 مورد قانونی لایحه تصویب شده در مجلس اجرا نکرده، گفته نمیکنم، گفته شما بی خود این قانون تصویب کردی، و رئیس طویله مجلس گفته ما اعتراض کردیم که آقا امام گفته مجلس در رأس اموره. بعد احمد نژاد گفت چی گفته؟ اون موقع که امام گفت نمیدونم مجلس در رأس اموره، اون موقع گذشت، حالا دولت در رأس اموره. حالا یه همچین آدمی که انتخاباتو با تقلب آقا رو کشتن از توش بیرون، یکی از جانی ترین آدم ها رو به اسم سعید مرتضوی بعد از این که پرونده جنایتش رو شد 200 از همین طبیله مجلس امضا کردن که این جانیه، فرامین مقام معظم رهبری رو نادیده گرفته، اینا آورد کرد رئیس اصطلاح کمیسیون ارز و قاچاق کشور، حالا هم به ایشون ترفیع داد بعد از اینی که دادگستری جمهوری اسلامی که مرکز داده حکومت علیگونه است، آقا امام زمانم از اون بالا نظارت میکنه یا از اون پایین، اینا اومدن. این آقای احمدی نژاد دید که آقای محسن اژه‌ای بسیار خوش اسم و محترم که در قتل چندین صد نفر شرکت داشته فتوا داده، گفت طبق تحقیقات که وزارت قوه قضاییه به عمل آورده
به این نتیجه رسیدیم که پرونده آقای سعید مرتضوی رو مختوم اعلام کنیم. تموم شد. حالا آقای احمدی نژاد، آقای دکتر، اسم جدیدش دکتر، دکتر سعید مرتضوی رو مسئول بیمه های اجتماعی کرده که ثروتش بالای 300 میلیارده، یعنی 30 میلیارد دلار، یعنی پردرآمدترین مؤسسه ایران. ایشون در رأس اونجا بود که از همین مجلس، از همین قبیله مجلس حدود 70 نفر منهای اون 200 که اول تایید کردن گفتن این جانیه فلان فلان، حالا 70-80 نفر یه نامه نوشتن به احمدی نژاد، آقا طبق قانون اساسی، طبق موازین شرع، طبق همه قوانین جهان، یه آدمی که دستش آغشته به خونی عده بیگناهه شما باشتی نگوشتی در رأس مهمترین اداره. حالا همین آقای احمدی نژاد که معاونش بقول عده زیادی از همین طبیله مجلس دزده، آقای رحیمی 6 میلیارد دلار درآمد نفت و 2 میلیاردش رو ریخته، اون 2 میلیاردش هم تازه داده به هدفمند کردن یارانا، 4 میلیارد گم شده این وسط. من پریشب گفتم 6 تا، یکی تلفن کرد گفت 4 تا، ولی اون 2 تاش هم زده به زخم دیگه ای. بعد خزانه مملکت رو در حالی که در زمان این آقای احمدی نژاد محترم 1200 میلیارد دلار در عرض 6 سال گذشته پول تو صندوق دولت باید باشه آمده، حالا یه مقدارش خرج شده، بقیه‌اش باید نیست، هیچی نیست. کمیسیون هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو گذاشته. حالا بازم منظور من یه چیز دیگه بود از بحث امشب. یادتونه موقع انتخابات این خانمای آلامود اومده بودن توی صندوق‌های انتخابات، موهای رنگ کرده روسری ها تا اینجا، لباس‌های مکشمرگ. ما از نظر ماها که هر کس، هر خانومی میتونه هر بقیده، ما حتی میتونه لخ بره، هر کس مجاز هر کاری داشت میخواد بکنه، اما نه در جمهوری اسلامی. در جمهوری جهل و جنون شما دیدین که کسی پاشو میکنه تو چکمش لباسشو شلوارشو میگیرنش، شما یک ذره لباس تنگ باشه میگیرنه. اما زمان انتخابات من دیدم چند تا از این جوانای تاج خروسی موار، از جوان پسرا موار جمع کردن، از این چیزای تاج خروسی گذاشتن، تیشرت حتی پرچم آمریکا روی لباسشون، بری نگاه کن، اومدن دارن رای میدن. هیچ کسی چی نگفت، نه اسلام به خطر افتاد، این خانومای همینطوری هم اومدن و رای دادن و عکس گرفتن اینطوری که ببینید از همه طیف‌های مختلف موقعی که کار انقلابی میشه شرکت میکنه. انتخابات تموم شد، این روزنامه یارالسارات نوشته یه عده قرتی و مرتی رو شما جمع کردید، اینا انقلابی هست، بردید پای صندوقای رای و به خاطر اونور آبیا، یعنی مهاره میگه، اینا رو آوردین پای صندوقای رای، اسلام و اینا رو به خطر، اصلا برای تو مهم نیست. حالا اون هیچی، یا رسال میگیم که حالا یه مش لاتیپاتی و آدم های از اینایی که قاب میریزن و چاقوکش و اینا توشن، مثل آقای مسئول ده نمکی و سردار سلحشور که کارگردانه و آقای شورجه و از همین ارازه لو باشه، آقای شریفینی ها اونر پیشی بسیار محبوب که جلو رهبر هی مرتب مجلس گویی میکنه، حالا میگیم اینا، حالا اینطوری. ولی حضرت آیت الله مهدوی کنی رئیس محترم مجلس خبرگان امروز گفته آقا این چه وضعش بود، موقع انتخابات اینا کی بودن اومدن رأی دادن؟ ولی همون روز نگفته، گذاشت انتخابات تموم بشه اینا بیان رأی بدن، همه مردم دنیا ببینن که در جمهوری اسلامی شما اگه تاج خروسی هم باشی یا خانمی باشی که لباستون تنگ باشه، روسریتون اینجا باشه، سرتون رو رنگ کرده باشین، به قول یارالسارات نوشته که اگه چاقو میذاشین تو صورت این خانوما به اندازه 5 سانت 6 سانت فقط آرایش صورتشون بود، اون موقع خطر نبودن. حالا که انتخابات گذشت باز دوباره چماقا رو برسین افتادیم به جون مردم. اینطوری دیگه هم میانان گرفت در کشور آقا امام زمان هر کاری انجام میشه. حالا مقام معظم روزخانه بزرگ هم میانان گرامی
در خبرهایی که خونده و به قول خودش دیده که این بهار عربی یا به قول ایشون بیداری اسلامی در سراسر منطقه خاورمیانه و نمیدونم آفریقا و اینا هی روز به روز شدیدتر و شدیدتر میشه، ایشون خبرهای اصلی رو که خونده دیده که بیشتر این جوانا از طریق اینترنت و کامپیوتر به همدیگه آگاهی دادن و عصر عصر کامپیوتر و اینترنته و خطر اصلی برای حکومت‌های چماقی و مستبد اینترنته، چون وقتی که ندا آقا سلطان و اراذل و اوباش میکشن یک نفر میاد با این تلفنش از ندا عکس میگیره، یک دقیقه بعد عکس ندا آقا سلطان در اون آخرین لحظه که این بچه داره جون میکنه در سراسر جهان منتشر میشه. یا زمانی که میلیون ها نفر از مردم به جان رسیده ایران انتخابات رو بهانه کردن ریختن تو خیابون ها که اینا میگن 40,000 نفر ولی مال خودشونو میگن 10 میلیون. یا زمانی که اراذل اوباش ناجا شهربانی کل کشور جمهوری اسلامی یک زن همیهن ما دختر ما رو زیر اتومبیل میگیره میره عقب و میره جلو میاد عقب بچه رو له کنه، عکسش در سراسر دنیا برای اولین بار اون زمان توییتر و این چیز به اصطلاح این چیزای جدید فیسبوک و توییتر از ایران یهو اینطوری به شدت تو دنیا استار کرد، برای اینکه اولین آزمایش از ایران شروع شد 2 سال پیش. برید ببینید که گفتن آقا توییتر و فیسبوک در اختیار دیگه همه جنبش‌های آزادی بخش در سراسر دنیا قرار گرفت. حالا این رئیس روزخانها همیهنان گرامی دیده که عجب نقشی داره این کامپیوتر و اینترنت، نه این رئیس روزخانها بلکه همه مستبدین دنیا حالا به نقش توییتر، به نقش فیسبوک، به نقش کامپیوتر و به نقش اینترنت پی بردن، اینی که در صدد خفه کردن اونا هستن و همچنین ماهواره. تمام این وسایل که میتونه در خدمت جنبش‌های مردم جهان باشه به خصوص در خدمت مردم ایران، مقام معظم روزخانه بزرگ به اسم این که اینا بد آموزی داره جلوشون خواهد بگیره. فوری اینا میدونید که از تو آستینشون یه آیه در میارن، یه روایت در میارن، فوری به این اراذل اوباش و اونا که مغزشوی شدن فوری به اونا میگه، اونا که خب پول میگیرن و نوکر خودشونن. شما یکی از دوستای من از ایران برای من یه پیغامی داده و به من میگه اگه تو میخوای یه ایمیل تو باز بکنی باید صبح زود ساعت 7 این ایمیل رو بزنی روش که باز بشه، بری کاراتو بکنی، حدود ساعت 11-12 سرعت رو ببین، بیا تا ایمیلت باز شه ببینی چه بلایی سر اینترنت آورده. حالا همه اینا رو گفتم، مقام معظم روزخانه بزرگ یک کمیسیون رو تشکیل داده که از تمام کمیسیون هایی که تا به حال بوده در جمهوری اسلامی وسیع‌تر و پرقدرت تره. حالا بزنید خبر رو براتون بکن. خبر اینه که مقام معظم روزخان بزرگ بر اساس متنی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی اونو چاپ کردن با اشاره به گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و تأکید بر ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور سیانت از آسیب‌های ناشی از آن دستور تشکیل این شورا را داده است. رهبر جمهوری اسلامی اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی، رئیس مرکز
و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و رئیس بسیج، فرمانده بسیج تعیین کرد. همه اینا رو، این کارا رو کرده. روزخانه یادتونه، رئیس روزخانه میگفت تمام این بیداری اسلامی کپی برداری از انقلاب سال 57. حالا برای اینکه نبادا اون کپی برداری از انقلاب 57 یقه خودشو بگیره، اومده یه مرکز درست کرده، همه این اراذل اوباش گشته توش، برای اینکه بیان یک برنامه ریزی کنن که کلن جلوی کامپیوتر و اینترنت رو بگیره. بله، همین گرامی، من فکر میکنم صحبتی بود که با آقای شجره میکردن پریروز. کار تلویزیون های سیاسی کار سیاسی کردن، کار تلویزیون های بزن به کوب و تلویزیون های فیلم های بسیار جالب اینه که مردم سرگرم کنن. اگر این کارا با هم قاطی بشه، از مجموعش یه چیز چرندی در میاد که نه در خدمت مبارزه مردم ایرانه و نه حتی در خدمت اون کسانی است که میخوان سرگرم باشن. بعضی اوقات اینه که به قدری مسائل منطقه ما الان حساسه که نباید 10 ثانیه فرصت رو در آگاهی دادن از دست داد. این اعتقاد من، 10 ثانیه حتی. گفتگو میکنم با خوشحالی با دکتر مصطفی دانش عزیز، رفیق بسیار قدیمی خودم و یکی از بهترین ژورنالیستای اروپا، و من امیدوارم همون نقشی که دکتر دانش در اروپا داشته اینجا هم تو آمریکا هم داشته باشه، و از فضل او، از دانستنی های او. دکتر دانش اولین ژورنالیست جهان بود که در کنفرانس بن در مورد افغانستان شرکت کرد، در زمانی که بسیاری از این آدمخورای جهادی در اونجا بودن. آقای کرزای هم بود و تصمیم گرفته بودن یک حکومت استخاندار مردم سالار در افغانستان به وجود بیارن، که بسیاری از دوستان ما در همین آمریکا در تلویزیون‌های مختلف میگفتن آقا دموکراسی آمد در عراق و افغانستان، تموم شد دیگه. اینقدر روزنامه چاپ میشه در روز، نمیدونم در عراق اینقدر، در افغانستان زنان افغانستان اینطوری شدن، افغانستان پر از سازمان‌های سیاسی شده. همش دروغ بود. همین دکتر دانش در کنفرانس بن من بودم، گفت شما دارین خودتون رو گول میزنید، با این عواملی که شما جمع کردید اینجا مردم سالاری و دموکراسی به افغانستان نخواهد آمد، در حالی که نیروهای آگاه، نیروهای فهمیده، نیروهایی که بد به فساد آلوده نیستن در افغانستان زیادن. هیچ کس گوش نکرد. حالا آقای کرزای پریروز درست در نزدیکی سال روز سال زنان، روز زنان، مارچ، 8 مارچ، آمد این آخوندهای افغانستان گفتن زنها اجازه ندارن تنهای خونه بیان بیرون، همون حرفای طالبان، اجازه ندارن بدون اجازه شوهرشون از افغانستان برن بیرون، خیلی چیزای دیگه. دکتر دانش حالا صحبت میکنه. این آها به عنوان رئیس جمهور افغانستان، کسی که هزاران سرباز همین پیروز 6 تا دیروز یا امروز 6 تا سرباز انگلیسی کشته شدن، چندی صد نفر 4000 خورده سربازان آمریکایی نمیدونم چند تا حالا کشته شدن، از کشورهای مختلف فرانسه اینجا کشته شدن، دوباره هم حکومت طالبان دوباره داره مستقر میشه در افغانستان. آبا چی؟ میلیارد ها خرج در افغانستان برای چی بود؟ حالا هم که داریم میایم بیرون، اون کشور رو انداختین تو چنگ دوباره آدمایی مثل کرزای و بقیه آدمکارای دیگه. دکتر دانش سلام. سلام آقای ولی. خوبین؟ دنباله هم بس.
ببین آقای فرجی، به درستی شما اشاره کردین. در واقع زمانی که من در سال 2001 در کنفرانس بون اونو مطرح کردم و خطاب به رهبران کشورهای آمریکا و آلمان و فرانسه اینا اشاره کردم که شما بزرگترین اشتباه را دارین. اینجاست دکتر دانش، میکروفون دکتر دانش اینجاست، مثل که افتاده این ور. بله، حالا بزنیم اون برم اگه شد بزنیم. اشاره کردم به این که در واقع شما دارین فریب میدین مردم ها، و با این رهبرانی که در بن جمع شدن نه آزادی به افغانستان خواهد آمد نه دموکراسی. اگه یادتون باشه آقای بوش زمانی که کرزای رو رئیس جمهور افغانستان کردن در واقع به این مطلب اشاره کرد که در افغانستان دموکراسی به وجود خواهد آمد و شعله دموکراسی از افغانستان تمام منطقه خاورمیانه رو در بر خواهد گرفت. یعنی در واقع وسعتی که از افغانستان و وسعت دموکراسی تمام منطقه رو در بر خواهد گرفت. و موقعی که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود، رهبران آمریکا و به یاد دارم که آقای چینی در اون شرکت میکرد و در جلسات حتی مجلس پارلمان افغانستان شرکت میکرد و صحبت از آزادی و دموکراسی در افغانستان میکرد. خب دوست دارش بزن همینجا من سوالی بکنم، شما آگاهیتون از کجا بود که میدونستید این کارا به نتیجه نمیرسه؟ این مهمه. ببینید من بیش از 70 بار سفر به افغانستان کردم و با رهبران مجاهدین آشنایی نزدیک داشتم و در واقع در سال 1993 بعد از سقوط نجیب الله من 10 روز مهمان آقای ربانی رئیس جمهور اون زمان افغانستان در کاخ ارک بودم. در واقع تمام رهبرانی که امروز دوباره در افغانستان در قدرت هستند، به خصوص آقای کرزای، آقای کرزای در اون زمان معاون وزارت امور خارجه افغانستان بود، همون آقای ربانی در همون زمانی که مجاهدین و فراکسیون‌های مختلف مجاهدین در شهر کابل به جون هم افتاده بودند و شهر کابل که در زمان نجیب الله 3 میلیون جمعیت داشت اینا تبدیل به شهر اروا کرده بودند، مثلا حکمتیار و حکمتیار حتی رهبران دیگه همشون در واقع و شهر رو تبدیل به شهر اروا کرده بودند که حتی شب‌ها در واقع سگ‌ها حکومت میکردن، تسلط داشتن بر شهر و اجساد مردگان رو در واقع کسانی که کشته بودن اینا رو میبریدن. و در واقع من از اون زمان به خوبی رهبران مجاهدین رو میشناختم و یادمه در یک مصاحبه با بی بی سی در سال 1993 از کاخ ارگ اشاره کردم رهبرانی که امروز در کاخ نشستن همین افراد اونها در واقع رهبران تمام اینها در دولت ائتلافی بودن بله. از گلبدین حکمتیار گرفته و نیروهای احمد شاد مسعود گرفته، ربانی گرفته و نیروهای حتی دوستوم در شمال کشور گرفته در واقع کابینه بودن، ولی افراد اینها و جنگجویان اینها در شهر کابل برادر هم می‌جنگیدن و هزارها نفر در اونجا کشته شدن و شهری که 3 میلیون جمعیت داشت تبدیل به 500 هزار جمعیت شد، در واقع تخریب شد در سال 1900. من به خوبی این افراد رو میشناختم، آقای کرزا رو به خوبی میشناختم، یکی از رهبران مجاهدی بود. موقعی که این شخص رو آمریکا در واقع به عنوان دموکرات معرفی کرد که سرنوشت افغانستان رو به طرف پیشرفت و پیروزی و نمیدونم دموکراسی خواهد برد، همونجا در سال 2001 اعتراض کردم و به آقای کرزای گفتم شما میدونین که نماینده چه گروه در افغانستان بودین و چه جنایاتی رو شما کردین و متاسفانه در واقع دولتین کشورهای غرب یا نمیخوان به مردمشون واقعیت بگن یا دارن اشتباه وحشتناکی درباره افغانستان میکنن. من یادم این حرفا شما فیشر عصبانی کرده بود. فیشر وزیر امور خارجه آلمان بود که رئیس جلسه بود و اون عصبانی شد و خواست جلوی صحبت منو بگیره. من 10 دقیقه در کنفرانس صحبت کردم، خواست جلوی صحبت منو بگیره که خوشبختانه موفق نشد. ولی جالب توجه اینه آقای فرجی، شما به درستی گفتید رئیس جمهور افغانستان اینو 2 روز پیش گفته. ببینید توجه بکنید چی میگه. رئیس جمهور افغانستان از محدود شدن حقوق زنان در این کشور حمایت میکنه. شورای عالی علمای افغانستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار جدایی زنان از مردان در محل کار و تحصیل و اجتناب زنان از سفر بدون محرم شرعی شده است. یعنی همون کاری که طالبان میکردن. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در آستانه روز جهانی زن، فردا روز جهانی زنه، از اعلامیه شورای علما که خواستار محدود شدن حقوق زنان است حمایت کرد. حامد کرزای در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه دیروز در کابل درخواست این شورا را مطابق با قوانین شریعت دانست.
رئیس جمهور افغانستان افزود شورای علما در اعلامیه‌شان اصول و ارزش‌های اسلامی را در نظر گرفتند که دیدگاه شرعی وطن ماست. وی در ادامه تایید کرد که مردم افغانستان به این دیدگاه پایبند هستند. و جالبه در این اعلامیه شورای علما یک جمله است که خیلی جالبه. این جمله در واقع اشاره میکنه به آیات 1 و 34 سوره النساء که در اون آمده که در واقع در خلقت بشر اصل مرد اصله و زن فرعه، و اینو آقای کرزای تایید کرده. شورای علمای افغانستان همچنین از زنان این کشور خواسته است که به مسئله تعدد زوجات احترام بذارن. یعنی در واقع توجه بکنین در اون در واقع چیه اعلامیه شورای علما چنین میاد که مردان هم که باعث بقا هستن نه زنان، و این آقای کرزای در واقع عجب پاداشی داده. توجه بکنین این شخصی است که در سال 2001 به عنوان رهبر دموکرات و آزادگان افغانستان تعیین شد و به مردم دنیا معرفی شد و امروز مچ و چهره این شخص باز شده. و همونطوری که شما به درستی گفتین، افغانستان در آستانه تحویل دادن به طالبانه و متاسفانه نیروهای غرب، دولت آمریکا و نیروهای آمریکا و ناتو اینو پذیرفتن. من در صحبت‌های قبل من یک بار دیگه این جمله رو میگم، در یک گزارش پیمان اتلانتیک شمالی ناتو چنین آمده که مردم افغانستان خواهان طالبان هستند. توجه بکنید موقعی که چنین گزارشی در پیمان در گزارش پیمان ناتو میاد، بر اساس تحقیقات ارتش آمریکا این گزارش تنظیم شده، این بدین معناست که ما در اونجا کاری نمیتونیم بکنیم، مردم خواهان اینن. و اگه خارجم شدیم از افغانستان و طالبان آمدن، در واقع مردم اینو. خب در ارتباط با همین جریان حمله القاعده هستش در یمن، ببینید من همیشه به این مطلب اشاره کردم، شما زمانی که از ایدئولوژی تروریست حمایت بکنید، میدونید که ایدئولوژی تروریست در واقع وهابیته، یعنی مرکز تروریسم اسلامی در واقع با ایدئولوژی وهابیت از عربستان سعودی میاد. زمانی که امروز عربستان سعودی، یعنی هر دو دیگه، هم جمهوری اسلامی هم عربستان، هر دو ببینید دو شیطان وجود داره در جهان، باید به این مطلب اشاره بکنیم در رابطه با اسلام سیاسی، یکی جمهوری اسلامی است در واقع اسلام سیاسی شیعه‌گری و دیگری وحابیت. در واقع وهابیت و همون که شما در کتابتون در رأسش عربستان سعودیه و این آیین دولتی است، خیلی مهمه. همونطوری که در جمهوری اسلامی در واقع مذهب و دین از هم مذهب و حکومت از هم جدا نیستن، در عربستان سعودی وهابیگری یا وهابیت آیین دولتی است. در این مورد شکل است. خب موقعی که شما امروز در سطح جهان در مبارزه‌ای که بین تسنن فرقه تسنن سنی و شیعه در گرفته، یعنی از یک طرف در واقع سنی‌های جهان و از طرف دیگه حکومت شیطانی جمهوری اسلامی در گرفته، در واقع غرب و کشورهای متمدن غربی در کنار در واقع اسلام سیاسی سنی ها قرار گرفتن، در کنار عربستان سیادی قرار گرفتن، در کنار وهابیت قرار گرفتن، همون کاری که در جنگ سرد انجام شد. خب چه توقعی دارین موقعی که شما عملا در کنار وهابیت قرار میگیرین؟ این تئوری یا ایدئولوژی تروریست در واقع در آینده دوباره نیروهای مانند القاعده و گروه‌های تروریستی جدیدی به وجود نیاین. و شما به درستی اشاره کردین که در 2 روز پیش در جنوب یمن در استان ابیجان یک گروه چند صد نفری طالبان القاعده حمله میکنه به یک پایگاه یک شهر داخل استان ابیجان و بیش از 185 نفر سرباز سر میبرن. توجه بکنید یعنی چه قدرتی باید به یک استان و یک شهر بزرگ و یک پایگاه نظامی یمن حمله بکنه که بتونه 185 نفر رو سر ببره و مقدار زیادی سلاح‌های سنگین با خودشون میبرن و حتی توپ و تانک با خودشون میبرن. متاسفانه این سیاست یک بار دیگه مانند جنگ سرد باعث خواهد شد که القاعده و القاعده جدیدی به وجود بیاد و القاعده تقویت بشه و موقعی که از سلفی‌ها در جنگ‌های مختلف به خصوص در سوریه حمایت میشه و امروز در سوریه سلفی‌ها نقش مهمی بازی می‌کنن، در این رابطه شکی نیست که رژیم بشار اسد جنایت سر می‌برن، هم از طرف بشار اسد هم از طرف این بریه 7500 نفر رژیم بشار اسد سر بریده از این برده، هم سلفی‌ها این کارو می‌کنن و در کنار سلفی‌ها عربستان سعودی قرار داره، قطر قرار داره، امروز ترکیه قرار داره و متأسفانه به جایی که آمریکا در این صف بندی در واقع در کنار سکولارها
و نیروهای لیبرال و دموکرات قرار بگیره، متاسفانه در کنار عربست و سعودی دوباره دارن قرار خب اینو سر منافعشون هست دیگه. خب یکی مسئله منافع است، یکی در واقع به نظر من شکست نظامی در این کشور هست. یعنی ببینید در افغانستان با شکست نظامی غرب و دولت آمریکا و ناتو نمیدونه چی کار بکنه در اون کشور و مجبوره و خواهان اینه که هرچه زودتر از افغانستان خارج بشه، 2014 خارج بشه، و به خاطر همین اشخاصی مانند آقای کرزای که در واقع خودشون بخشی از مجاهدین بودن و در کنار طالبان بودن، آقای کرزای در سال 1997 طالبان رو در یوستن آمریکا نمایندگی میکرد. آقای کرزای نماینده شرکت بزرگ نفتی یونیکال بود که میخواستن لوله‌های نفتی رو از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان بکشن. آقای کرزای نماینده اینا بوده. خب طبیعتاً امروز آقای کرزای برای اینکه موقعیتش نجات بده دوباره همون سیاست ضد زن و در واقع خشونت بر علیه زن اینو شروع کرده که بتونه عده زیادی از طالبان رو به خودش جلب بکنه. و من شکی ندارم، یقین دارم با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در واقع نه تنها طالبان قدرت میگیرن و افرادی مانند کرزای و کرزاها در کنار طالبان قرار خواهند گرفت. بله کاملا. دکتر دانش، من خیلی مسائل هست مطرحه. یک جزایر مصنوعی از توی دریای مازندران که میدونید هم به اصطلاح دولت آذربایجان و هم قزاقستان اینا در حال ساختن جزایر مصنوعی، نه یکی دو تا، 10-15 تا، چون قرار میشه که دولت آذربایجان 25 تا 41 جزیره مصنوعی بسازه. حالا قزاقستان هم شروع کرده، اینورم که تو خلیج فارس چیز میدونید که اینا شروع کردن، قطر و نمیدونم امارات متحده عربی و اینا هم ساختن. بنابراین از اونجا که دیدن جمهوری اسلامی در ضعف، اینا تمام قوانین این دریاها و نمیدونم دریاچه ها رو اینا رو زیرپا گذاشتن و شروع کردن هر کاری دلشون بخواد بکنن. حالا جمهوری اسلامی یه اعتراض آبکی هم کرده که شما این چیه جریان؟ ببینید جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که اگه اعتراض هم بکنه حرفش به جایی نمیرسه. کشورهای حوزه دریای خزر به خصوص قزاقستان همکنون چند جزیره مهم ساخته. در یکی از این جزایر مصنوعی که ساخته در حدود 450 هزار بشکه در روز تولید نفت داره. توجه بکنید مسئله نفت. خب من سوالم اینه دکتر دانش، اگر چنانچه این جزایر ساخته بشه، اون وقت از نظر اینی که اینا به اصطلاح میدونید که 20 گره دریایی معمولا مربوط میشه به کشورها، خب اینا میان مثلا در 15 گره دریایی شروع میکنن این جزایر ساختن، باز دوباره از 20 گره دریایی دیگه اینا شامل حالشون میشه؟ یعنی وسعت اینا در کنار سواحل خودشون میسازن در چندین کیلومتری، 12 تا 15 کیلومتری که در واقع سواحل، یعنی وسعت میدن به خاک، وسعت میدن به خاک اضافه میکنن. بله این جواب مطلوب اینطوری نیست که در داخل دریا جزایر به صورت سنگریزی، خاکریزی و تخت سنگای عظیمی که وارد دریا میکنن در واقع این جزایر رو به خشکی وصل میکنن. اکوسیستم اصلا میریزن، اکوسیستم از بین میبرن و در واقع محیط زیست از بین میبرن. و از اونجایی که جمهوری اسلامی در واقع قدرتی نداره، در ضعف مطلق قرار داره، در واقع کشورهای حاشیه بحر خزر هر کاری دلشون میخواد بکنن. آذربایجان قرار 41 جزیره مصنوعی بسازه، قزاقستان از این جزایر داره استفاده میکنه، استفاده تولید نفت میکنه، و حتی ترکمنستان قراره چندین جزیره در دریای خزر بسازه. و متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با وضعیت وحشتناکی که درش قرار گرفته نمیتونه اقدامی بکنه. هم اکنون کشورهای خلیج فارس، حوزه خلیج فارس مانند قطر، دبی، ابوظبی و کویت و حتی عراق، ما سالی 50 میلیارد دلار از منابع مشترک ایران و این کشورها دارن نفت میبرن، بهره برداری میکنن و ایران سرش کلا رفته. دکتر دانش، شما ببینید مثلا توی محله اگر یه آدم ثروتمندی باشه، آدم بی عرضه ای باشه، حالا اون بقیه یه خود مثلا وضعیت چیزایی داشت، همه با هم یکی بشن، شروع کنن این مثلا این خانواده رو که پولدار هم اصلا بی عرضه هستن اذیت کردن، خب هر چقدر زورشون بسه اذیت میکنن دیگه، هر چقدر برسه منافعی میکنن. این جریان جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی اینقدر مسائل اون فقط دلش میخواد. دیدید که حماس هم چیکار کرد؟ الان زیاد فرصت نیست. حماس دیدین که اعلام کرد که ما اگر بفرمایید حماس دیروز در هفته، در واقع در روز 6 مارس اعلام کرده توسط گاردین، در مصاحبه‌ای که رهبران حماس به گاردین کردن، گفتن اگه جنگی بین ایران و اسرائیل در بگیره حماس اقدامی نخواهد کرد، در جنگ شرکت نخواهد کرد. و گاردین اینو تایید کرده که چنین مصاحبه‌ای انجام شده. و جالب‌تر از همه اینه، گاردین صحبت از این می‌کنه
که جمهوری اسلامی ماهانه 23 میلیون دلار توجه بکنید 23 میلیون دلار کمک به حماس میکرده، یعنی سالانه در حدود 600 میلیارد. 10 سال اگه در نظر بگیریم که به حماس کمک کرده بشه 3 میلیارد دلار از پول مردم ایران رو کمک به حماس کرده. امروز حماس موقعی که مسئله جنگ ممکن جنگ احتمالی بین اسرائیل و ایرانه صحبت از این میکنه که ما در جنگ شرکت نخواهیم کرد و هیچ زمانی این امکان وجود نداره اگه جنگی در بگیره حماس در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره. این صحبتایی است که رهبران سیاسی حماس دیروز با گاردین داشتن. بله. مبارک دیگه، یعنی جمهوری اسلامی از وجود سازمانایی مثل حماس، مثل نمیدونم حزب الله لبنان، برای اینی که بگه من یه قدرتم در منطقه، چون چیزی که نداره که عرضه کنه، فقط میتونه به اینا اسلحه بده، اونم از این چیزای مینهای کنار جاده‌ای بهشون بده، همونطور که امروز 6 تا سرباز انگلیسی کشته شدن، و از اینو کارهای حادثه جویانه بکنه، بعد بگه که ما قدرت منطقه هستیم. بعدم میدونید که آقای سردار قاسم سلیمانی که این بلندشون رفته بوده همین پس فریروز رفته لبنان با سران حزب الله صحبت کرده و بعد تکذیب کردن، گفتن نرفته ایشون، ولی همه روزنامه‌های لبنان و نمیدونم منطقه به این موضوع اشاره. سپاسگزارم دکتر دانش عزیز حضورتون در برنامه. خوب همینان گرامی، برنامه منم در همینجا به پایان رسید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 دقیقه آغاز خواهد شد، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.